اخبار فاندامنتال این هفته ای که پشت سر گذاشتیم هفته بسیار پر خبری بود از آمریکا شروع کنیم یا از کانادا فکر کنم چون کانادایی بیشتر داریم اینجا و از کانادا شروع کنیم کانادا خبری که توش اومد نرخ جی دی پی تولید ناخالص ملیش اعلام شد کوارتر قبلی دو درصد بود این کوارتر پیش بینی میشد که افت کرده باشه به یک و دو دهم درصد رسیده باشه ولی خیلی افت کرده بود از دو درصد اومد پایین شد چهار دهم درصد فقط این در واقع افت شدید تولید ناخالص ملی کشور کانادا باعث تضعیف دلار کانادا شد همزمان قیمت نفت هم همچین چنگی به دل نمیزنه خب میدونید که دلار کانادا با قیمت نفت ارتباط مستقیم داره خیلی نفت رو سعودی حداقل نمیشه تو این چند تو این چند روزه ندیدیم تو این چند هفته ندیدیم و خب همزمان شدن GDP افتضاح با بالا نرفتن قیمت نفت باعث که فشار فروش سنگینی روی کد باشه من فکر میکنم که یو کد رو میشه به سمت بالا ازش پوزیشن های خوبی گرفت البته یک کانال حالا جلوتر اگر روی نمودارش صحبت بکنیم بهتون نشون میدم یک کانال نزولی همچین نازکی زده یو کد به سمت پایین که من فکر میکنم با شکسته شدن این کانال به سمت بالا سیگنال تکنیکالش هم صادر میشه فعلا از دید فاندامنتال دلار کانادا تحت فشار هست و احتمالا سیگنال های خوب تکنیکال ازش بتونیم بگیریم و پوزیشن ازش بگیریم این از کانادا یه داستان دیگه هم بگم که ما هفته ای که گذشت دو تا خبر هم از طرف چیز اومد یکی اینکه آقای ترامپ رفت با این رئیس جمهور کره شمالی مذاکره کنه به نتیجه خاصی نرسیدن ظاهرا و یکی هم که نماینده آمریکا که داره با چین مذاکره میکنه و خب خیلی ها فکر میکردن که دیگه تقریبا به نتیجه توافق نهایی رسیدن فکر میکنم دیروز بود اومد مصاحبه کرد و گفتش که نه ما هنوز خیلی فاصله داریم تا به توافق برسیم و خب این خبرها خبرهای منفی هستش برای بازار سهام جمعه فکر میکنم تقریبا تمام شاخص هم منفی بودن مثلا دا جونز اگر ببینیم خیلی نریخت ولی خب دل در واقع قرمز رنگی داشت و من فکر میکنم که حالا این فشاری که در واقع بحث اقتصادی سیاسی داره وارد میکنه به بازار سهام شاید باعث بشه که این رشدی که این چند وقت اخیر کرد در واقع دوباره خونسا بشه بره پایین این رشده بیشتر ناشی از توافقات مثبت سیاسی و اقتصادی بوده است یه طرف خب ترامپ داشت میرفت با رهبر کره شمالی مذاکره کنه خیلی خوشبین بودن که توافقی حاصل بشه از طرف دیگه نماینده چین و آمریکا داشتن مذاکره میکردن و خب خبرهای خوبی میومد که احتمالا به توافق برسن اینا باعث شده بودش که بازارهای سهام در دنیا همه مثبت باشن و رشد بکنن ولی خب آخر هفته ای خبرهای خوبی نداشتیم نه از کره شمالی نه از چین و احتمال اینکه هفته آینده یه بخشی از این حداقل حرکت سودی بخواد برگرده هست البته خب باید منتظر موند و دید یعنی من اینجا مثلا با این کندله ریزی که میبینم هیچ وقت خب پوزیشن تکنیکال نمیگیرم برای اینکه پوزیشن تکنیکال بگیرم نیاز به یه کندل خوب بزرگ فول بادی دارم اگر اینجا یه کندل قرمز بزرگ بزنه میتونه نشون بده که ظاهرا بازار میخواد بریزه ولی فعلا این کندل‌های کوچولو کوچولو که بیشترم شدو هستن بادی خاصی ندارن نشون میده که بازار کاملا هفته اخیر رو با سردرگمی پشت سر گذاشته دیگه این کندل 25 فوریه تا 28 فوریه میبینید که هیچ ارزش معاملاتی خاصی نداره این هم از این و دیگه تقریبا فکر میکنم خبرهای اصلی رو برای فاندامنتال کاور کردیم این وسط تنها چیز اتفاق خوبی که میفته یه نه که من میتونم روش خوشبین باشم که اگه قرار باشه این حالت های ریسکی دوباره برگردن یعنی توافق تجاری اتفاق نیفته و آمریکا دلارش ضعیف بشه و این که برگزیت و اروپا شیر تو شیرن اینا میتونه یه مقدار به نفع ین تموم بشه و این وسط ین از فرصت استفاده کنه و در مقابل خیلی از ارزها تقویت بشه آها یه خبر جالب که داشتیم توییت های ترامپ بود که یه هایی توییت کردش که قیمت نفت نباید اینقدر باشه به اوپک گفتش که اسلو داون پلیز و باعث شدش که قیمت نفت بریزه کرود اویل رو هم نگاه کنیم این هم قیمت نفت این هم همطور که نگاه میکنید میبینید توی این در واقع هفته اخیر خیلی حرکت خاصی نکرد اینجا فکر من 25 بود که توییت های ترامپ اومد نفت ریخت و طی چند روزه کلا این یکی هفته اخیر نفت توی حد فاصله 67 تا 64 دلار داره در جا میزنه دیگه کار خاصی روش اتفاق نیفتاده من فکر میکنم که اینم دیگه میتونه نزولی بشه اگر نفت این کف رو بشکنه کف 64 دلار رو بشکنه و بخواد بریزه ریزش نفت همزمان با در واقع جی داغون کانادا باعث میشه که کندین دلار در واقع ضعیف بشه و وقت میشه روی مثلا یو یا حالا ین کد مخصوصا پوزیشن های سعودی خوبی گرفت خیلی خوب این هم از بحث فاندامنتال آره یو اس هم جور که گفتم در واقع ضعیف شدن کد باعث میشه که احتمالا یو اس کد بخواد حرکت سعودی خوبی رو انجام بده این در واقع تیکه که گفتم یه کانال کوچولو ساخته رو بذارید زوم کنم که کاناله رو ببینید حتی چهار ساعته فکر میکنم خوشگل تر دیده میشه خیلی از کانال هم نیست ولی خب برای فشردگی بود اینجا این تیکه نزولی کوچیکو میگم از تقریبا 11 از تقریبا ده فوریه تا الان آم، کانال خیلی شیک و ترتمیزی نیست این کفا رو اگه به هم دیگه وصل بکنی و این خط سخ رو به هم دیگه وصل بکنی یه حرکت تقریبا فشورده مانندی اینجا داشتیم که این خب این فشوردگی همچون که میبینید به سمت بالا شکست من فکر میکنم که USD کرد با توجه به وضعیت ضعیف کرد و اگه نفت بریزه تاکید میکنم اگه نفت بریزه میتونیم از این پوزیشن در واقع سودی خوبی بگیریم حالا دنبال تریگرش باید باشیم یعنی در واقع خط مقاومتی پیدا بکنیم و نقطه ورود دقیق پیدا کنیم این حرفا ولی از دید فاندامنتالی یو اس دی پتانسیل پوتنس... اینکه بالا بره رو, رو داره این این خب این از فاندامنتال قضیه بچا این کد جی پی وای خب همونجوری که از دید فاندامنتال گفتم گفتم کد داره ضعیف میشه جی پی وای هم اگه وضعیت اقتصاد جهانی و این بحث کره شمالی و, و چین و اینا با همین وضعیت پیش بره جی پی وای قوی میشه وقتی کد CAD... وقتی کد جی پی کت قرار ضعیف بشه جی پی بای قرار قوی بشه این شانس این که این کانال سعودی که اینجا احتمالا همه تو میبینید دیگه کفش از خیلی واضح مشخصه این بشکنه و بازار شدید بریزه هست حواستون به این کت جی پی بای باشه این میتونه سود خوشگلی بده الان دقیقا بازار رسیده به کفش و این من رو یاد خیلی از سودایی که گرفتم میندازه چون واقعا فرصت جالبی به نظر میرسه ببینید چیکار میکنه دیگه بازار خیلی پرفشار داره با ستا کندر میاد پایین و نشون از این داره که احتمالا ریزش خوبی در پیش خواهد داشت ولی خب حالا بقیه یه ها رو اندیکاتور ها و خط پیوت و اینجور چیزها خودتون رو روش چک بکنید من فقط خواستم بهتون بگم که الان کد جی پی بای به جای جالبی رسیده اینو تو باش لیستتون داشته باشید هفته که گذشت هفته بسیار بسیار خوبی رو داشتیم و تقریبا همه چیز همونطوری که تو کلاس هفته قبل پیش بینی کرده بودیم جلو رفت معاملات ما هر کدوم چند صد پیپ سود داد و امیدوارم که شما هم این چند صد پیپ ها رو گرفته باشید از کانادا شروع بکنم کانادا اگه یادتون باشه اومدم گفتم که جی دی پی شون تولید ناخالص ملی شون از هلوش یک و هشت درصد سقوط شدیدی کرده بود عددش اگه درست یادم مونده باشه اومد شد چهار دهم درصد از یک و هشت هم قرار بود کم بشه بشه یک و مثلا ندارم دو سه دهم ده ولی یه هایی افت شدیدی کرد و شد چهار دهم ده و این باعث شدش که دلار کانادا تضعیف بشه همزمان با این ما شاهد کاهش قیمت نفت هم بودیم مگه باشه من یک شنبه هفته پیش گفتم که دلار کانادا شدیدا تحت فشار فروش هست و قیمتش میره پایین شما وقتی میدونید یه ارزی اینقدر در واقع فشار هست و قیمتش کاهش پیدا کنه چیکار باید بکنید قاعدتا بعد برید یه ارز قوی دیگه پیدا بکنید این جفت ارز رو با هم دیگه ترید بکنید که اگه یتون باشه ارز قوی هفته پیش یکی ین بود که گفتیم به خاطر وضعیت اقتصادی خرابی که الان تو دنیا هست و همه بانک های مرکزی دارن در واقع سیاست رو پیش میگیرن که از سیاست قبلیشون در واقع دارن عقب نشینی میکنن مثل مثلا بانک مرکزی استرالیا که قرار بود نرخ بهره رو افزایش بده عقب نشینی کرد خود بانک مرکزی آمریکا عقب نشینی کرد و غیره گفتم که خب این وضعیت بلبشو باعث میشه که پول بیشتر به سمت طلا ین و فرانک بره و ین این وسط جزء ارزهای قوی هفته پیش ما بود اگه یادتون باشه بنابراین کراس جفت ارز یو اس کراس جفت ارز دلار کانادا کد به ین میتونست خیلی جذاب باشه واسه ترید کردن و کراس دیگه ای که میتونه جذاب باشه اگه باشه گفتم خود یو اس دی واسه اینکه یو اس دی رو رئیس بانک مرکزی آمریکا یه پاول گزارش خیلی خوب و مثبت تو در واقع امیدوار کننده ای به مجلس نمایندگان آمریکا داده بود اگه باشه اون گزارش رو هفته پیش راجع بهش صحبت کردم گفتم یو اس دی فعلا روزهای خوبی رو احتمالا در پیش داره با توجه به این گزارش و کت داره ضعیف میشه یو اس کت اگه تو باشه گفتم یه کانالی داشت سقف کانالا گفتم داره میشکنه اگه بشکنه حتما صعود میکنه حالا نمودار اینا رو میتونم بهتون نشون بدم که اگر پیرو به صحبته که هفته پیش کردی میرفتید میشد سودای خیلی خوبی گرفت نتیجه تحلیل خبر و در واقع فاندامنتالیه که ما هفته پیش صحبت کردیم دیگه بچه که راجع به تحلیل خبر بودن که اگه خبر اومد بعد بریم تو تایم فریم یک دقیقه ترید بکنیم نه اصلا نیاز نیست برای تو تایم فریم یک دقیقه تصویر رو الان دارید دیگه این دقیقا جایی که هفته پیش من این سقف رو کشیده بودم روی یو اس گفتم اگر که حالا خیلی شبیه کانال شاید نباشه ولی یه منطقه مقاومتی فشردگی کوچیکی داشتیم روی یو اس برای تقریبا شاید بگم دو هفته از 3 فوریه تا آخر فوریه دو هفته قیمت اینجا فشرده شده بود و گفتم اگر این خط سقف کانال شکسته بشه کد یو رشد خوبی میکنه که کد از عدد یک 1.3220 به بالای 34 خورده ای رسید یعنی تا 34 و تقریبا 50 اومد بالا 250 پیپ حرکت سعودیش بود که شما میتونستید به محض شکسته شدن این خط بگیریدش و از این 250 پی حرکت سودی سود ببرید خیلی هم چیز ساده در واقع مشخصی بود دیگه پیچیدگی خاصی نداشت جفت ارز بعدی کدین بود که کدین هم بهتون گفتم توی یه در واقع حالت سعودی داشته میرفته آماده بود که آماده بود که کف کانال رو بشکنه ببینید دوستان این کدینه که داشته سعودی میرفته آماده بود که کدین رو بشکنه اینجا دقیقا جایی که هفته پیش ما تحلیل کردیم و گفتیم اگر این خط شکست که احتمالا میشکنه میتونید وارد چه چرا احتمالا میشکنه به خاطر اینکه خط شدیدا تحت فشار داره میریزه و این خط رو احتمالا خواهد شکست یه نم که داره قوی میشه بعد این کدین دیگه حسابی میاد پایین و همین اتفاق هم افتاد کدین شکست و 150 پیپ هم کدین پایین اومد یعنی یه 200 پیپ 200 خورده پیپ اون ور 150 پیپ این ور از که 400 پیپ شما از همین پیش بینی ساده که ما روی دلار کانادا کرده بودیم میتونستیم سود بگیریم البته پیش بینی ساده که دارم میگم از این لحاظ ساده که دیگه همه چیزشو رو بهتون گفته بودم فقط شما باید کلیک میکردید سود رو میگرفتید ولی خب حالا بعد از اینکه این خبر رو ما تحلیل کردیم و هفته شروع شد ما تو طول هفته فکر میکنم روز چهارشنبه بوده اگه اشتباه نکنم نشست خود بانک مرکزی کانادا رو داشتیم و گزارشی که از این نشست اومد بیرون هم باز دوباره گزارش جالبی بود که باعث شد روز چهارشنبه هم دوباره دلار کانادا بیش از پیش بریزه ببینید دوستان این فکر میکنم کندل چهارشنبه این کندل بلنده که باعث شدش که دلار کانادا خود روز چهارشنبه هم سنگین تر بریزه اون گزارش چی میگفت اون گزارش نشون میداد که به طور واضحی بانک مرکزی کانادا عقب نشینی کرده از موزه قبلی خودش موزه قبلیش چی بود موزه قبلیش این بودش که بانک مرکزی کانادا هر چند وقت به چند وقت هر دو سه ماه یه بار تقریبا دیگه شوره شده رو برده بود نرخ بهره رو افزایش میداد و کلا سیاست گذاران بانک مرکزی کانادا طرفدار در واقع افزایش نرخ بهره بودن ولی تو گزارشی که این هفته منتشر شد خود گزارشش هم هست رو بانک مرکزیشون میتونید برید بخونید به زبان انگلیسی که Um, شتاب رشد اقتصادی کانادا فکر می کردیم کاهش پیدا کنه در اواخر 2018 و اول 2019 ولی فکر نمی کردیم به این شدت و به این وسعت باشه همون که میگم از 1.8 درصد سقوط کردیم از رو 14 درصد و um, قشنگ لحن بیانیه متفاوت شده با بیانیه, با بیانیه‌های های قبلی تو بیانیه های قبلی همیشه صحبت از افزایش نرخ بهره بود این بار هیچ اشاره به افزایش نرخ بهره نشده آخرای گزارش یه جایی توی این گزارش نوشته که ما باید داده های اقتصادی رو بیش از پیش و با دقت تحت نظر داشته باشیم و uncertainty یعنی آم آم اینکه نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی میفته مطمئن نیستیم که چه اتفاقی میفته افزایش پیدا کرده نسبت به زمان افزایش نرخ بهره یعنی تا قبل از این ما کاملا سرتینتی داشتیم کاملا مطمئن بودیم که قرار نرخ بهره افزایش پیدا بکنه به خاطر شرط اقتصادی اما الان با توجه به داده های اخیر با توجه به اینکه رشد اقتصادی کانادا خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که بانک مرکزی انتظار داشت اومده پایین میگن که ما دیگه نمیدونیم باید نرخ برهر رو چه زمانی افزایش بدیم و خب این عقب نشینی شدید بانک مرکزی از مواضع قبلیش باعث شدش که روز چهارشنبه این کندل بزرگ رو ما توی کدین داشته باشیم و توی یوستی کد هم فکر میکنم یه کندل مثبت سعودی داشتیم دیگه یعنی کد عیف شد در مقابل دلار آمریکا و در مقابل ین یعنی این کندل فکر میکنم چهار این باشه خب این از بحث کانادا توی آمریکا ما موجود... روز